اصفهان درجه یک در هنر ایران شکی نیست. میخوام ببینم که این امتداد هنوز هم وجود داره در شهر اصفهان یا با فراز و نشیبی مثلا مواجهه، با کم توجهی های مواجهه. میخوام حرف دلتون رو را مدرسه چهارباغ یا مسجد مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام رو نگاه میکردم، خدا گواهه که گریه کردم، یعنی زار گریه کردم تو دل خودم که بعضیا متوجه شدن. گفتم خدایا پروردگارا به دل آقای دکتر سقای نژاد شهردار محترم اصفهان بنداز، به دل انجمن محترم شهردار اصفهان بنداز، به دل همه اشخاصی که در این خصوصا دارن کار میکنند و علاقه مند هستند که واقعا منصرف بشن که این مترو رو از وسط چهارباغ اصفهان رد بکنن. یک کاهشی کوچیک معرق مدرسه امام جعفر صادق، مدرسه چهارباغ دیگه امروز نمیتونن بسازن و این حیفه که به لرزش در بیاد و از بین بریزه و در آینده نزدیکی این کاهشی ها بریزه. دروازه دولت اصفهان بهترین جاییست که در واگرون ترین قیمت جای و بهترین جاییست که خب هم توریست میاد میبینید، از یه طرف مشرف چهل ستونه، از یه طرف مشرف مدرسه چهارباغه و خب بس علا هازا. این عمارت جهانمایی که ساختن کاشی اصلا نماینگر اصفهان نیست. شما اگه در تمام دنیا تشریف ببرید نگاه بکنید، در میادین اونجا سعی شده که عالی ترین و بهترین مظاهر هنری فرهنگی اون مملکت ارائه بشه. اتفاقا موردی که حضرت استاد میفرمایند در مورد برج میلاد تهران هم خیلی ها میگن، میگن که این سازه خیلی سازه ایرانی نیست، حداقل به لحاظ ظاهری. حضرت استاد الان دو سه تا اثر جدید از حضرت عالی خیلی مورد اقبال واقع شده، بله. اگر اشتباه نکنم یکی به اثر زیبای شفاعت هست، بله. درسته بله. که مربوط به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میخوام راجع به این آثار جدید، هرچند که بارها مکرر در بخش‌های مختلف توضیح داده شده، ولی شنیدنش از زبان خود حضرت عالی خیلی شیرینه برای ما. اخیراً بنده در موزه سعدآباد دو اثر جدید خودم رو به نمایش درآوردم، به نمایش اومد گذاشته. یکی قدیر خمه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام رو به نمایندگی خودشون به جمعیت معرفی میکنن. در این اثر خیلی فکر شده. 7 سال پیش به من یک نفر هنردوست مجموعه داری این تابلو رو سفارش داد و بنده 7 سال پیش به این شروع کردم. 2-3 سال بود که شروع کردم، تمام کردم، خیلی روش فکر کردم. میدونید مسئله قدیر خم مسئله هستش که میتونه خیلی بحث انگیز باشه، ولی در این تابلو هیچ این مسئله نیست. طوری است که هر کسی در هر زاویه، در هر فکری، در هر اندیشه‌ای، در هر ایدئولوژی ببینه اینو قبول میکنه. یک معرفی خیلی محترمانه عالی از رهبر بزرگ پیغمبر اسلام و جانشین خودش رو معلوم کردن. در تصویرگری این تابلو مراعات نکات ریز ظریفی شده که حالا انشاءالله بعدا دوستان و هموطنان عزیز میبینن متوجه میشن. تمام سطوح طراحی این ظریف تابلو، اون چیزی که مربوط به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بالاتر و فراتر از حضرت علی هست. دستشون بالاتره، پاهاشون، همه چیشون بالاتر و حضرت علی علیه السلام. البته من خیلی تون دارم میگم که وقت برنامه شما زیاد گرفتن. حضرت علی علیه السلام در یه حالت تمکین و قبولی این مسئله رو برگزار میکنن، ولی نکته اینه که تمام افرادی که در هستن در این صحنه با یک رضایت خاطری، با یه شعف وجودی این مسئله رو قبول میکنن. یعنی هیچ چیزی نیست که بگید یعنی تکیه بر وحدت در طراحی، کاملا وحدت و همم قبول کردن. چیز نیست که کسی بخواد بتونه که ایرادی چیزی بیاره. در تابلوی کوثر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، ما میدونیم که زندگی اون بزرگوار زندگی طولانی نبود و چون زندگی طولانی نباشه مسائل چیزی تقریبا که بتونید به طراح کمک کنید و کارهای بکنید کمتره. و اون چیزی که در روایات هست حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه شفیعه روز جزا هستند، در جزا اون روز در به درگاه الهی و یه دستشون حالت تمنا و توسله، به دستشون هم گناهکارانشون میدن که اینا رو شفاعت بکنن. و 3 تا بانوی بزرگوار که در روایات هستن، حضرت مریم
که 27 مرتبه یا 17 مرتبه یا 27 مرتبه با احترام اسمشون در قرآن مجید اومده، حضرت خدیجه سلام الله علیه، حضرت مریم سلام الله علیه، و آسیه زن فرعون، اولین زنی که خداشناس شد، اونم در خدمت ایشون هست، در پشت سر ایشون هست. بسیار خب، اینا همشون در کاخ موزه سعدآباد مردم دوتا ببینن. بله بوده، بله. تجلیل ویژه‌ای از حضرت استاد به عمل آمد که انصافاً حق هم بود و باید شو این اتفاق واقع می شد. ما در حاشیه این مراسم یه بخشی رو براتون آماده کردیم که خبرنگار محترمی یک سوال خیلی جالب از استاد فرشیان میپرسن و ایشان هم پاسخ جالبتری به این قضیه میدن. برای اینکه چاشنی بحث بشه، تماشا کردن این قسمت از برنامه قطعا خالی از لطف نیست. از خبرنگاران به من گفت آیا تو خوشحالی که اصفهانی هستی؟ گفتم من یک نفر نقاش مسلمان ایرانی هستم. اصفهان تبریز، اصفهان آذربایجان، اصفهان خوزستان، اصفهان بلوچستان، اصفهان همه جای جهانه. خیلی از لطف شما متشکرم. همه جای ایران سرای من است، که نیک و بدش از برای من است. ای خدا مملکت ما را در پناه لطف عنایت خودت حفظ بفرما. خداوند نگهدار همه شما باشه ان شاء الله.